پروژه های اعمار سبستشن جدید 252 مگاولت امپیر ترخیل و لین انتقالی 220 کلوولت از چمتله الی سبستشن جدید ترخیل با حضور محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، مولوی احمد الله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت، دکتر عبدالباری عمر رئیس اجرایی دی افغانستان برشنا شرکت، دکتر فاروق اعظم مشاور مقام وزارت آب و انرژی، دیگر مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی، رؤسای وزارت آب و انرژی و جمع زیادی از باشندگان شهر کابل افتتاح کردید. معاون سیاسی ریاست الوزراء در هنگام افتتاح این پروژه با اشاره مختصر به ظرفیت های موجود تولید برق در کشور یادآور شد که مدیریت آب و توسعه تولید انرژی داخلی در اولویت های امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. اسلامی وارداتی برخنا په منظم ترتیب سره کوشش کوي چې هیوادوالو ته برخنا ورسوي او ترڅنګ یې خپل کورنۍ او سرچینو څخه د برخنا د تولید د زیاتوالو هڅه وکړي. در همین حال سرپرست وزارت آب و انرژی در مراسم افتتاح این پروژه از اهمیت آنها سخن گفته خاطر نشان ساخت که چندین پروژه عامل منفعه دیگر در ولایات مختلف از سوی وزارت آب و انرژی تطبیق شده که مردم افغانستان در آینده نزدیک شاهد تکمیلی و به بهره برداری سپردن آنها خواهند بود. دغا سب اشتیسان اول چمتلی دکتی 260 کلو ولت با لین راجی مزای دا چې کله دلته راورسېد د کابل ښار تقریبا 2.5 لک خلکو ته به برق ورسېږي. زموږ صناعتي فارک یا شفاخانې چې دي هغه ستونزه چې د برق لري انشاءالله هغه به ورسره حل شي. از سوی هم رئیس اجرایوی د افغانستان برشنا شرکت انکشاف انرژی را یک اصل اساسی در راستای خودکفایی کشور خوانده اظهار داشت که شرکت برشنا در هماهنگی با وزارت آب و انرژی به تلاش شبانه روزی در مسیر توسعه انرژی متحد می باشد. به همده اساس ویلی سم چه دی اسلامی امارت لمری تو دی برشنا تولید او توزیر. قابل ذکر است که این پروژه ها از طریق سرمایه گذاری خصوصی به مصرف مجموعی 18.7 میلیون دلار آمریکایی توسط شرکت های داخلی آفی بهرام، گرین استیت پاور، ام بی آر سی سی و نوین سیمیا به مدت 2 سال تطبیق می گردد. با تکمیل شدن این پروژه ها حدود 250 هزار مشتری رهایشی و تجاری در کابل از نعمت برق مستفید خواهند شد. همچنان با تطبیق این پروژه ها زمینه جذب بیشتر انرژی برق در کابل فراهم و مشکلات کمبود برق صنعتکاران نیز حل خواهد شد.